بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز. امیدوارستم هر جایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین. من مرضیه هاشمی هستم، استاد ریاضی صنف 11 همتان. امروز قرار است با همدیگه یک درس جدید دیگر را بخوانیم و یاد بگیریم. ولی بیاین قبل از اینکه بریم طرف درس جدید، یک مرور داشته باشیم بر درس گذشته خود. ما در درس گذشته اگر یادتان باشه با ترادف هندسی آشنایی پیدا کردیم. گفتیم اگر ما یک ترادف از اعداد داشته باشیم، این زمان میتونه یک ترادف هندسی باشه که نسبت مشترک بین دو حد متعاقب، یعنی پشت سر همش، همیشه یک عدد ثابت باشه که او عدد ثابت هم به کیو نشان میدادیم. همچنان تانستیم که دریافت حد انومش دریافت کنیم و حد وسطیش. این موضوعات ما در درس قبلی خواندیم. امیدوارستم که کارخانگی تان هم انجام داده باشین. عنوان درس امروز ما هست مجموعه قسمی ترادف ها. خب شما این شکل در نظر بگیرین. خب این که نشان دهنده یک ترادف هست، درست است؟ ترادف حسابی. درس امروز ما یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم که مثلا حد اولش یا قطار اول از زیر تا قطار دهمش با هم دیگه جمع کنم، مجموعشان چقدر میشه؟ خب اگر چند تای کمش باشه، مثلا قطار اول هم تعداد خشت هایش تا قطار سوم یا چهارم اگه ما بخوایم جمع کنم، طرفش میبینم اعدادش را جمع میکنم، این کار ساده تر است. ولی اگر ما بخوایم مثلا ده حد، مثلا 50 حد یا 100 حد شبه هم دیگه جمع کنم، یک کار نسبتا دشوار هست و باید ما یک رابطه را یاد داشته باشیم که بتانیم این کار را انجام بدیم. خب اگر ما یک ترادف از اعداد داشته باشیم، A1، A2 تا و AN، حاصل جمع N حدش به این سمبول نشان میتن و این سمبول شما تا به حال نخوندین، دیگه امروز با این سمبول آشنایی پیدا میکنین. خب بریم طرف تخته. اگر ما یک ترادف از اعداد داشته باشیم، من ترادف براتون مینویسم، A1، A2، A3، همین ترتیب تا و حد N اوم یا AN. اگر ما بخوایم حاصل جمع N حد اول از زیر دریافت کنم، یعنی چیکار کنیم؟ A1 جمع حد دوم جمع حد سوم همین ترتیب تا و حد N اوم. اگر ما بخوایم جمع کنم، مثلا حد N اوم از اگر باشه 100 یا حد N اوم از اگر باشه 1000، این دیگه کار نسبتا دشوار میشه، هم خسته کن میشه، هم زمان زیاده را در بر میگیره و جای زیاده را هم در بر میگیره. پس ما از یک سمبول خیلی ساده به خاطر سهولت در نوشتن استفاده میکنیم. ببینین این سمبول به نام سمبول سگما یاد میکنن. خب این سمبول چه قسمی ما نشته میکنیم؟ این سمبول که نشته کردیم، این سمبول سه جای بر نشته کردن داره. خب من در این قسمت براتون نشته میکنم. خب یکی اینجا ما باید یک چیز نشته کنیم که در اینجا فرمول حد انعام یک ترادف نشته میکنیم. پس فرمولش در این قسمت. خب در این قسمت ما چی را نشته میکنیم؟ یعنی از حد چندم میخواییم شروع کنیم. پس شروع حد در این قسمت نشته میکنیم و در قسمت بالایی، یعنی تا کدام حد ختم شود، ختمشم در اینجا نشته میکنیم. و درس امروز ما تقریبا همین موضوع است و مثلا فرمول حاصل جمع انشاءالله در جلسه بعدی با هم دیگه میخوانیم. شما امروز بیشتر با این شکل آشنایی پیدا میکنین و این هم دو بخش داره. یکی که شما چطور میتونین حالت انکشاف یافته یک ترادف به شکل سمبول سگما یا مجموعه بنویسین، یا چه قسمی سمبول مجموعه را به شکل انکشاف یافتهش تبدیل کنین. خب این ترادف را به چه قسمی میتونم به این حالت نشته کنم؟ ببینین اینجا گفتیم فرمول حد انعامش را نشته میکنیم. خب در این ترادف حد انعامش کدام است؟ AN هست. خب AN، البته اینجا دیگه از N استفاده نمی کنیم، از حروف مثل I, J, K از این حروف استفاده میکنیم که معمول ترین نوش همو آی هست. پس نشته میکنم AI. اینجا گفتیم از حد چندم شروع میشه؟ آیش از چند شروع شده؟ از عدد 1، یعنی از حد اول شروع شده تا حد چندم ادامه داره؟ تا حد انعام. پس ما تانستیم که مجموعه N حد یک ترادف به صورت حاصل جمعشان یا سمبول سگما بنویسیم. حال میریم با هم دیگه مثال ها را کار میکنیم تا شما بهتر درس را درک کنین و بفهمین. خب مثال اولی که در کتابتان آمده،
سمبول داده برتان مجموعه یک بر آی از یک تا هفت، یعنی هفت حد اول از این باید ما با همدیگه چیکار کنیم؟ جمع کنیم. این گفته به شکل انکشاف یافته بنویسید. خب بریم سمبول رو بنویسیم بر روی تخته. خب مجموعه یک بر آی هم از عدد یک تا به هفت، یعنی هفت حد از ایره ما میخواییم به همدیگه جمع کنم. خب آی از یک شروع شده، پس اولین قیمت را که ما باید به جای از این بگذاریم باید عدد یک باشه. خب به جای آی اگر من قیمت یک را بگذارم، یک تقسیم یک دوباره یک میشه جمع. خب حال به جای آی قیمت دو را میگذاریم، یک تقسیم دو یا همون یک بر دو. حال به جای آی سه را میگذاریم، میشه یک بر سه. بعدن به جای آی چهار را میگذاریم، یک بر چهار، یک بر پنج، یک بر شش. و آخرین حدش هم دیگه به ما گفته در قیمت هفت دیگه ختمش کنین. ببینین اینجا ختمش هم به ما گفته، یعنی تا حد هفتم پیش برین. پس به جای آی که هفت گذاشتیم دیگه همقدر کفایت میکنه. این از شکل انکشاف یافتهش. خب چرا ما اینجا جمع گذاشتیم؟ خب خود از این علامه و معنای سمیشن یا جمع هست. هرگاه این علامه رو دیدین باید بین حدود از این علامه جمع رو بگذارین. این شکل انکشاف یافتهش از حال میتونیم میره و هم دیگه جمع کنیم. خب قسمی که شما در سالهای قبلی خواندین مخرج مشترک دیگه باید بگیریم بین یک و دو سه تا هفته. کوچکترین مضرب مشترکشان میشه عدد 420. خب حال 420 تقسیم یک میکنیم چون مخرج از یک است، ضرب یک میشه دوباره 420. این تقسیم دو میکنم میشه 210. 210 ضرب یک 210 جمع. 420 را تقسیم 3 میکنیم میشه 140. 140 که ضرب 1 شد دوباره همون 140. 420 تقسیم 4 میکنیم میشه 105. خب چون صورت هایشان 1 هست همین که تقسیم مخرج کردیم دیگه، یعنی ضرب 1 که شام میکنیم همون خود عدد میشه. خب 420 تقسیم 5 میشه 884. خب 420 تقسیم 6 میشه 70 و 420 تقسیم 7 هم میشه 60. تمام از اینا رو به هم دیگه جمع میکنیم، مخرجشان هم همون 420. خب 0 با 0 جمع میشه 0. 4 و 5 9 خانه یک های شد 9. 10 هایش رو به هم جمع میکنیم 6 و 7 13. 13 و 8 چند میشه؟ 21. 21 و 0 21. 25 26 28. 28 8 دو اصل. خب خانه های صد هایش جمع میکنیم 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 و 6 و 4 10. پس ما پیدا کردیم حاصل جمع 7 حد از این مجموعه را شد 1089 بر 420. خب حالا میریم با هم دیگه مثال بعدی را کار میکنیم. مثال دومه که در کتابتان ذکر شده. مثال اول به ما خود حالت سگمار داده بود، گفته بود به شکل انکشاف یافته تبدیل کنین. ولی مثال دوم به ما دو تا گزینه داره، هر دوش حالت انکشاف یافته ش داده، گفته شما به شکل سمبول سگما بنویسین. خب بریم با هم دیگه این مثال حل کنیم. مثال گزینه اولش یا گزینه ایش به ما یک حاصل جمع یک ترادف داده، یک جمع سه جمع 5 جمع 7 و حد انعامش هم به ما داده 2n منفی 1. و گزینه دومش 1 جمع 4 جمع 9 و حد انعامش هم داده که n مربع. خب حالت اولیش رو ببینین چی است؟ مجموعه از ترادف اعداد تاق هست دیگه. بین حد آخرش هم داده. این رو به چی صورت نوشته میکردیم؟ گفتیم سمبول سگما رو مینویسیم. در این قسمت فرمول حد انومش رو نوشته میکنیم. خب فرمول حد انومش دیگه به ما داده شده، پس کار ما ساده تر است. 2n منفی 1، ولی گفتیم اینجا وقتی که نوشتش کردیم به جای n دیگه از n استفاده نمیکنیم، از حروف مثل i و j و k استفاده میکنیم. پس نوشته میکنم 2i منفی 1. خب اینجا شروعش نوشته میکنیم، از کدام حد شروع شده؟ ببینین
از حد اول، اولین عدد تا شروع شده. پس آیش از یک شروع شده تا به چند؟ تا به ان، تا به حد انام. خب حالا اگر من میره قیمت گذاری کنم باید عین چیز شود، درست است؟ پس میشه که اگر به جای آی یک بگذارم، دو ضرب یک دو، دو منفی یک یک، حد اولش باید چند شود؟ یک شود. بیاین به جای آی دو بگذاریم، دو ضرب دو چهار، چهار منفی یک سه، حد دومش سه. یکی دیگه هم قیمت گذاری کنیم، به جای آی سه بگذاریم، دو ضرب سه شش، شش منفی یک پنج. پس دیدیم که حد سومش شد پنج. پس ما تانستیم که این مجموعه را به این شکل سمبول سکما بنویسیم. خب این شد از گزینه اولش که ما حل کردیم. قسمت دومش دوباره یک ترادف داده شده، حد انامش هم داده. پس نشته میکنیم که مجموعه، خب اینجا حد انامش هم می‌نویسیم، حد انامش از n مربع، به جای n دیگه یکی از حروف دیگه رو می‌گذاریم، مثلا i رو می‌گذاریم، i مربع. i هم از چند شروع شده؟ از حد اولش شروع شده تا به حد n ام ادامه داره. خب اگر من به جای i یک بگذارم، یک مربع یک. به جای i اگر دو بگذارم، دو مربع چهار، حد دومش. اگر به جای آی سه بگذارم، سه مربع نو. پس دیدیم که ما تانستیم ای مجموعه را به شکل سمبول سکما بنویسیم. خب این بود از حل مثال دوم. خب حال بریم با هم دیگه مثال سوم هم حل کنیم. دوباره در مثال سوم به ما یک سمبول داده شده، شکل مجموعه ایش نوشته کرده، اینو گفته به صورت انکشاف یافته بنویسین. خب پس من نوشته میکنم برتون این سمبولش. خب مجموعه آی ضرب آی مثبت دو، آی هم از چهار شروع شده تا به حد انعامش. خب پس از حد اول دیگه قیمت گذاری نمی کنیم، چون شروعش به ما مشخص کرده که باید از حد چهارمش شروع شود. پس به جای آی اولین قیمت را که میگذاریم چهار هست. پس نشته می کنم که چهار ضرب چهار جمع دو شش جمع. خب به جای آی ای بار پنج میگذاریم، پنج ضربه پنج جمع دو چند میشه؟ آفرین، هفت جمع. به جای آی شش میگذاریم، شش ضربه اینجا هم اگر شش بگذارم، شش جمع دو هشت جمع. ای ادامه داره تا به خط میشه کجا را گفته؟ ان امشه، حد ان ام. پس به جای آی ان میگذاریم، n ضرب n مثبت دو. یکم ساده ترش میسازیم دیگه، حل شد سوال ما. 4 ضرب 6 24 جمع، 5 ضرب 7 چند میشه؟ 35 جمع، 6 ضرب 8 48 جمع. ادامه داره تا به حد n امش است که n ضرب n مثبت 2. خب از ما خواسته بود که چیکار کنین؟ این سمبول رو به شکل انکشاف یافتهش بنویسین. ما هم به صورت انکشاف یافتهش نوشتیم. پس این مثال ما هم حل شد دیگه. حالا بریم طرف مثال بعدی. مثال چهارم ببینین، دوباره این سمبول داده. اول گفته که اینا چیکار کنین؟ انکشافش باید بتیم، ولی حاصل جمعش هم باید دریافت کنیم. یعنی اینا باید جمعش کنیم. خب اینجا براتون نوشته میکنم، مجموعه n مثبت 1 بر n منفی 1، n هم از عدد 7 شروع شده تا به عدد 10. پس ما بر ما چیکار کرد؟ هم شروعش هم مشخص کرد که از حد 7 آغاز کنین، هم ختمش هم مشخص کرد که به حد 10 هم ختمش کنین. خب به جای n 7 میگذاریم، 7 جمع 1 8، 7 منفی 1 6 جمع. به جای n 8 میگذاریم، 8 جمع 1 9، 9 منفی 1 چند میشه؟ 8 جمع. خب اینجا ببخشین 8 گذاشته بودیم، 8 منفی 1 7. خب به جای n حال اگر 9 بگذاریم، 9 جمع 1 میشه 10، در صورت 9 منفی 1 میشه 8 در مخرج. و به جای n آخرین حدش چند است؟ 10. ختمش دیگه به 10 هست دیگه، باید از این که پیش نریم. 10 جمع 1 11، 10 منفی 1 9. اینا رو با هم دیگه
جمع میکنیم و دیگه جوابش پیدا میشه. دوباره بین از اینا باید مخرج مشترک بگیریم. خب 6 ضرب 7 ضرب 8 ضرب 9 مخرج مشترک میگیرین. این دیگه کار خانگی شما. بعد اینا را چیکار میکنین؟ از طریق کوچکترین مضرب مشترک اینو پیش برین، دیگه جوابش حل میشه. فقط چیکار میکنین؟ این کسرها رو با هم دیگه جمع کنین. خب این بود از حل مثال 4. یک موضوع دیگه هم که هست، اگر ما خواسته باشیم که حاصل جمع تمام حدود ترادف AN را دریافت کنیم، در این صورت یک قسمی می نویسیم. خب تا به حال که ما خواندیم، یعنی ما تا حد NOM می تانستیم جمع کنیم و سمبولش هم نشته کردیم که به این صورت در اینجا N می نوشتیم. ولی حالا اگر ما بخواییم تمام حدودش را تعیین کنیم، مثلا حاصل جمعشان را دریافت کنیم، به این صورت A1 جمع A2 جمع A3 تا به حد NOMش مثلا A1 و می ترتیب ادامه داشته باشه، دیگه آخرش معلوم نباشه. پس نشته میکنیم که مجموعه AI از 1 تا به کجا؟ تا به بی نهایت، یعنی دیگه حد آخرش معلوم نیست. که در اینجا همین سمبوله که AI از 1 تا به بی نهایت به نام یک سلسله بی نهایت یاد میکنن، درست است؟ پس این شد سلسله بی نهایت. و همچنان یک نکته دیگه هم که هست، یکی ما سمبول سکما داشتیم به این شکل. خب مجموعه AI از 1 تا بی نهایت مثلا، یا مثلا مجموعه AI از 1 تا حد NOM، یا در این سمبول ما میتونیم که مثلا حد شروعش دلخواست، مثلا من میتونم که از حد چندم شروع کنم، مثلا از حد دهم شروع کنم تا حد بیستم. ولی یک چیز دیگه هم که هست، ما میتونیم که حاصل جمع این حد اول یک ترادفه، یعنی باید از حد اول شروع شوه. تا سی یک سمبول دیگه یا یک حرف دیگه نشان میتن SN، درست است؟ SN یعنی چی؟ اگر بجای N یک بگذارم، S1 یعنی مجموعه حد اول که پس هم چی میشه؟ A1 میشه. اگر بجای N 2 بگذارم، یعنی A1 جمع A2. اگر بجای N 3 بگذارم، یعنی A1 جمع A2 جمع A3، یعنی حاصل جمع 3 حد اول. وقتی که ما از حرف S استفاده کنیم، یعنی باید از حد اول آغاز شود. خب و SN چه رقمی نشته میشه؟ SN مساوی است به A1 جمع A2 به می ترتیب ادامه دارد تا به حد NOM. پس شما با دو تا سمبول امروز آشنایی پیدا کردین، یک سمبول سکما که میتونین مثلا حد شروعش هر حد دلخواهی باشه، یکی هم میتونین مجموعه N حد اول توسط از این حرف نشان بدین SN. خب حال با هم دیگه میریم یک مثال دیگر هم کار میکنیم تا شما درس بهتر یاد بگیرین. پنجمین مثال که در کتابتان آمده، گفته S6 و S8 سلسله رو براتون داده، گفته اینو محاسبه کنین. یعنی 6 حد اول از این سلسله رو باید ما پیدا کنیم و 8 حد اولشه. خب اول باید سلسله رو نوشته کنیم، بعد میریم با هم دیگه 6 حد اول و 8 حد اولشه با هم دیگه دریافت میکنیم. خب سلسله رو براتون نوشته میکنم، 1 جمع 2 جمع 3 همین ترتیب تا به حد NOM و همین ترتیب ادامه داره. خب S6 و S8. خب ببینین این یک سلسله از اعداد طبیعی هست. خب 1 2 3 همین ترتیب 4 5 6 ادامه داره. خب بیاین 6 حد اولش رو نشته کنیم. اولین حدش 1 هست، 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 5 و 6. این شد 6 حد اولش. و 8 حد اولش چند میشه؟ 6 حدش رو نشته میکنیم، 1 جمع 2 جمع 3 4 5 6 و 7 و 8. این شد 8 حد اولش و در S6 یعنی 6 حد اولش. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب 1 جمع 2 3، 3 جمع 3 6، 6 جمع 4 10، 10 جمع 5 15، 15 جمع 6 چند میشه؟ آفرین 21. خب 8 حد اولش چند میشه؟ تا 6 حد اولش ما حساب کردیم 21. خب 21 جمع 7 28، 28 جمع 8 36.
خب پس ما تانستیم که مجموع 6 حد اولش پیدا کنیم شد 21 و 8 حد اولش پیدا کنیم 36. این بود از حل مثال هایی که در کتابتان ذکر شده بود و در آخر هم همین مجموعه ها چند تا خاصیت دارن. خب این 3 تا خاصیت هم براتون نشون میکنم، دیگه درس امروز ما تمام میشه. خب اگر ما 2 تا مجموعه رو در نظر بگیریم، یکی مجموعه ای که هم از 1 باشه الا بی نهایت و همچنان مجموعه بی که هم از 1 از حد اول باشه تا به حد مثلا حد آخرش معلوم نیست. خب و همچنان سی یک عدد ثابت باشه. خب حال چند خاصیتی که در کتابتان ذکر کرده. خاصیت اولش، اگر ما مجموعه از اعداد ثابت را داشته باشیم، مجموعه سی جمع سی همی ترتیب تمامشان چی باشه؟ اعداد ثابت باشه که هم از 1 تا به n، یعنی n دانه سی با هم دیگه جمع شوه. خب ببینین چند دانه سی است؟ اینجا به ما مشخص کرده n دانه سی، پس این ما میتونیم نشته کنیم که n ضرب سی. حالت دومش، اگر ما مجموعه سی ای که داشته باشیم که هم از 1 شروع شوه تا به n، این ما میتونیم چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی سی یک عدد ثابت در یک ترادف ضرب شده، سی را میتونیم جدا نشته کنیم ای که هم از 1 تا به n. و حالت آخریش هم بیاین در روی سلایت برتان نشان بدم. اگر ما 2 تا مجموعه داشته باشیم، خب ای که و بی که، اینا رو هم میتونیم در حالت یک مجموعه بنویسیم، هم میتونیم که هر دوش جدا جدا بنویسیم. خب شاگردای عزیز، بین یک جنبندی از درس امروز خود داشته باشیم. ما در درس امروز چی رو خواندیم؟ مجموعه قسمی ترادف ها، یعنی ما میتونیم چه قسمی این حد اول یا این حد مثلا این حد یک ترادف ها با هم دیگه جمع کنیم و امروز بیشتر با سمبول سکما آشنایی پیدا کردیم. امیدوارم که درس یاد گرفته باشین. کار خانگیتان هم حل تمرین درس است. تا درس بعدی، خدا نگهدار.